ترشی گوجه فرنگی یا سالاد مشدی یا ترشی مشدی یکی از چاشنی‌های خوشمزه غذاهای ایرانیه که همونطور که مشخصه اصالتش به مشهد برمیگرده. با من همراه باشید تا این ترشی خوشمزه زمستونی رو درست کنیم. به گلکلم احتیاج داریم که گلکلم ها رو میشونیم و ضد عفونی میکنیم. سبزیجات معطر، شیوید، ترخون، نعنا و جعفری. به ساقه های کرفس احتیاج داریم. همه سبزیجات رو باید خیلی ریز و خرد به صورت نگینی در بیاریم. گلکلم ها رو هم کاملا ریزشون میکنیم. سبزی های معطرمون هم خرد میکنیم. همه سبزیجات رو بشورین، خوش کنین، کاملا بدون آب باشه که در نهایت ترشی ما کپک نزنه. هویج، سیر، فلفل تند، کرفس همه رو به صورت نگینی های ریز در میاریم. به گوجه احتیاج داریم که من قبلا روش گرفتن پوست گوجه رو توضیح دادم. یه علامت به علاوه انتهای گوجه ها میزنیم. 5 دقیقه داخل آب جوش، 5 دقیقه داخل آب سرد قرار میدیم. به همین راحتی پوست گوجه ها کنده میشه. بعد اونو با هر دستگاهی که دوست دارین به صورت پوره در بیارین. قسمت انتهایی گوجه رو میگیریم. بعد از اینکه گوجه ها رو به صورت پوره در آوردیم، اونا رو داخل قابلمه میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. وقتی به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم تا 1/4 بجوشه. حدود 2/3 آب گوجه ها باید تبخیر بشه. کامل نذارین تبخیر بشه چون احتیاج به ربع نداریم. همین که گوجه بپزه و کم آب بشه کافیه. من 1 لیوان نصف سرکه اضافه کردم. در نهایت 1/2 لیوان دیگه سرکه بهش اضافه کردم. نمک ترشی رو توی این لحظه اضافه میکنیم و میذاریم 1/4 دیگه گوجه های ما با نمک بجوشه. برای هم زدن بهتره از کفگیر یا ملاقه های چوبی استفاده بکنید. اگر دوست دارین ترشیتون خیلی زود آماده بشه، سبزیجاتی که خرد کردین رو میتونین به گوجه هایی که در حال پخت هستن اضافه کنید و بذارین سبزیجات با گوجه ها پخته بشن. ولی من بعد از اینکه جوشید حرارت رو خاموش کردم و بعد سبزیجات رو بهش اضافه کردم. سبزی معطر خرد شده رو بهش اضافه میکنیم و کامل هم میزنیم. این ترشی احتیاج به زردچوبه داره که 1 قاشق غذاخوری اضافه میکنم. وقتی همه مواد خوب ترکیب کردیم میتونین بچشین. اگر احتیاج به سرکه یا نمک بیشتری داشت اضافه کنید. در کل این ترشی نباید خیلی آبکی باشه و سرکه کمی احتیاج داره. از هر نوع سرکه هم که دوست دارین میتونین استفاده کنین. بعد از اینکه سرد شد داخل ظروف شیشه‌ای بذارین و بعد از 2 هفته در جای خنک و تاریک نگهداری کنین. ترشی خوشمزه‌تون آماده است. دوست عزیزم، اگر تا اینجای آموزش رو دیدی ممنون میشم که لایک کنید. سپاسگزارم.